یک روز تا ابد. قسمت 17، نویسنده لینا روزبه حیدری، گوینده داستان اجمل غفوری. می گویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن. قطعاً حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد. من خورشید را برای خانه دلتان آرزو می کنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی. سلام های گرم مرا نیز پذیرا باشین و تا آخرین لحظات ما را تنها نگذارین. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل خودتان یعنی افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده دکمه زنگ را هم فشار بدین. آغاز داستان. صبح از سرد شدن هوای اتاق از خواب برخواستم. لایه نازک از یخ بخش‌های پایین شیشه های پنجره را پوشانده بود. آتش بخاری در حال خاموش شدن بود و هوای اتاق نیز خیلی سرد شده بود. به سمت مادرم نگاه کردم که شانه هایش از لحاف بیرون بود. سری او را با لحاف پوشاندم و فکر کردم که باید عاجل برم و از حویلی زغال بیارم تا اتاق زود گرم شود. می دانستم که نه من و نه مریم بلکه مادرم امروز قصاصی سردی هوا را پس خواهد داد. درد دست ها و پاهای مادرم در روزهای این گونه قدر زیاد می شد که هیچ گلی و دوای قادر نبود تا درد او را تسکین بده. خودم ملامت کردم که چطور شب گذشته به فکرم خطور نکرد که باید در نصف شب زغال بیشتر به بخاری بریزم. حال با برف در بیرون فضای داخل اتاق نیز سرد شده بود. مطمئن بودم که مادرم شاید تا 2-3 روز دیگه از درد شدید استخوانایش رنج ببره و خودم گناهکار حس کردم. لحاف خودم نیز برداشتم و او را نیز بروی مادرم افگندم تا گرم بیایه که ناگهان دروازه اتاق باز شد و مریم در حالی که صورتش با چادر پیچیده بود با سطل کوچک مملو از زغال به داخل اتاق آمد. وقت مرا دید گفت ما مسردی هوا بیدار شدم و سری رفتم که زغال بیارم تا مادرم بیدار نشه. بعد با سرعت مصروف افگندن زغالا از دریچه کوچک بخاری به داخل او گردید و اضافه کرد یک روز به شیرنی خوریت مانده، تو نگرانی چیزا نباشو، دست به زغال چوب نزن که سیاییش از دستایت به آسانی نمیره. در حالی که پشت مریم به سمت ما بود و او با پف کردن به داخل بخاری میکوشید تا آتش را با زغال تازه سازه، به سمتش رفتم و او را به آغوش کشیدم. سری دور خورد و گفت چی شده؟ مرا ترساندی؟ گفتم مریم میدونی که خیلی دوست دارم و نگران تو و مادرم هستم. لبخند زد و گفت ما و مادر؟ مگر ما را چی شده؟ نگران نباش، عروسی هم اگر بکنی بازم خبرگیر ما هستی و جای دوری نمیری. من میفهمم که تو چقدر بار مسئولیت ما و مادر ما به دوش کشیدی، حال نوبت ما است. و دوباره به سمت بخاری برگشت و انبار را از دریچه کوچک بخاری به داخل برد و با او زغال ها را جا به جا کرد تا آتش جان بگیره. ولی ادامه داد من بیشتر از همه چیز نگران مادرم هستم، فقط دعا کو که درداش بیشتر نشه و زمینگیر نشه. مادرم بسیار ضعیف شده، اگه زمینگیر شوه او وقت نه کاری از دست تو و نه کاری از دست من ساخته است. همیشه آرزو میکردم که خدا یک روز دلیل بزرگ را بر شاد بودن ما بده و او دلیل قدر بزرگ باشه که تمام رنجهایم به او ببازه و محو شوه. آرزو میکردم که حداقل یک روز کاملا شاد را از صبح تا شب تجربه کنم که ده او هیچ نگرانی و رنج نباشه. ولی حالا که دلیل بزرگم بر شاد بودن دارم و فقط یک روز به شیرنی خوری ما با صبور بیشتر باقی نمانده و این روزها باید شادترین روزهای زندگی ما باشه. رنج رها کردن مادر و مریم در روح ذهنم رخنه کده و من نگران آینده استم و ای که سرنوشت مریم و مادرم بدون ما که تمام بار مسئولیت خانه را بر دوش میکشیدم چی خواهد شد.
از اتاق خارج شدم تا دستوریم بشورم و بعد صبحانه درست کنم و شاید این گونه ذهنم منحرف کنم و به این موضوع فکر نکنم. هوا روشن شده بود. لایه از برف تمام حویلی را پوشانده بود و ولی آسمان آبی و آفتابی بود. نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه و سرد ششهایم را پر کرد. شعای گرم آفتاب به صورت میتابید و با او انگار تمام حجره های بدنم جان میگرفت و گرم میشد. همونجا وسط حویلی استادم و با آسمان و زمین و برف و زیبایی او خیره شدم. برف در زیر نور آفتاب می درخشید ولی ای آسمان آبی و صاف بر ماورای زمین بود که تمام جارا زیبا ساخته بود. زمین سفید بود و آسمان آبی. اگر آسمان ابری و خاکستری می بود شاید ای برف اقدر زیبا نمی بود. فکر کردم شاید به همین دلیل صبور رنگ آبی را دوست داره. آبی مثل آب، مثل آسمان. شاید رنگ زندگی آبی باشه. رنگ شادی سرخ و رنگ غم سیاه. بعد از خوردن صبحانه دردهای مادر آغاز شد و رنگش پریده بود. از مریم خواستم تا برش سوپ درست کنه و باید می رفتم و از دکان صبور برش دوای درد می گرفتم. مادر می کوشید در مقابل ما و مریم ناله نکنه ولی از چهرش می دانستم که درد داره و او هم خیلی شدید. با دستای ناتوانش زانوها و بازوهای خود را مساج می داد و تکه را به بدنه بخاری می چسبان تا گرم شوه و بعد او را روی مفاصل خود می گذاشت. با صدای غمگین گفتم مادر می خواهی من پایت مساج بتم؟ با خنده گفت نه دخترم من خوب هستم. تو خودت هزار کار داری و یک روز وقتم بیشتر نداری. هنوز لباس های مرا اتو نکدی و تحفه هایی را که بر صبور خریدیم نپیچاندی. دیروز با صبور و مریم به بازار رفته بودیم و اگرچه او کاملا مخالف خریدن هر گونه تحفه بر خود بود، ما بازم با پولی که مادرم جمع کرده بود و به ما داد یک دست دریشی، یک ساعت و یک عطر را بر صبور خریده بودم. صبور نمی دانست که ما بر خرید این تحفه ها بر او به بازار میریم و وقتی آگاه شد و نتانست مرا قناعت بده تا از خریدن او منصرف شوم، بر اسم اعتراض می خواست از دکان خارج شوم. او مکررن می گفت که حداقل 4 دانه ساعت داره و اصلا به پوشیدن ساعتم علاقه نداره و نمی خواهد تا ما پول خود را به هدر بتیم. تا او که من مجبور شدم تا با او جدی صحبت کنم و گفتم خب مام لباس لازم ندارم ولی شما خریدین. عطر و این و آن لازم نداشتم ولی خریدین. بگذار این چیزا را بخرم وگرنه مادرم ناراحت میشه. ای از طرف من نیست، از طرف مادرم است و اگر تو حرف مادرم قبول نکنی اهانت بروز که در روز شیرنی خوری در برابر همه با دست خالی نزد تو بیایه. چون تو نمیگذاری که رسم و رواج را بجا کنه و آبروی مادرم در مقابل همه حفظ شوه. می دانستم که صبور نمی خواست که ما اندک پس اندازی را که مادرم داره به هدر بتیم ولی اگر یک شخص بر خانواده ما ارزش خریدن تحفه را داشت او شخص صبور بود. صبور اندک آرام شد ولی بازم زیر لب گفت ای عزت آبرو که ما در ایجه داریم همش به اساس خریدن و پول و مادیات استوار است. من مادرت دوست دارم و او نیز می دانم مرا دوست داره. لازم نیست با ساعت و دریشی و عطر چیزایی که به دیگرها ثابت کنیم که ما یک دیگر دوست داریم. ولی به خاطر من آرام استاد تا دکاندار اندازه هایش گرفت و بعد دریشی ها را برای پوشیدن نزد او آورد و ما بالاخره یک دریشی زیبای سرمه رنگ را انتخاب کردیم که قرار شد او را در مراسم عروسی بپوشه. تمام خرید صبور را از یک دکان کردیم و بعد از 3 ساعت به خانه بازگشتیم. وقتی دم دروازه ما و مریم را از موتر پیاده میکرد با قیافه جدی گفت مرا بازار بردین و بزور همه چیز خریدین و گشنه پس آوردین. ای کاش یک خوراک کباب برای میخریدین. به خدا از هر رسم و رواج سید کردن شکم بهتر است. کاملا فراموشم شده بود که او گرسنه است و حتی صلاح هم نکدم که آیا میخواید برای غذا خوردن با ما و مریم به رستوران بره یا نه. خودم شرمنده است کدم. سرم پایین افگندم و گفتم ببخشی ولی به خانه بیا. غذا آماده است. صبور که متوجه ناراحتی ما شد سری لبخند زد و گفت مذاق کدم. تا حالا باید به مذاقهای ما عادت کده باشی. من گرسنه نیستم.
باید سریع برم به دکان که فردا برف میباره و امروز باید کسی میامد و بام دکان گلکاری کنه تا چکک نکنه. بعد خریده های خرید را تا دم حویلی با ما آورد و مثل همیشه با امو چهره مهربان و صدای مردانش گفت: تا فردا مواظب خودت باش. خندیدم و گفتم: تا فردا تو هم مواظب خودت باش. هوا خیلی سرد شده، لطفاً امروز زودتر دکان را ببند و به خانه برو. سوپی را که از صبح روی اجاق در آتش کم گذاشته بودم آماده شده بود. سریع او را در کاسه ریختم و در کنارش چند تکنان گذاشتم و دو کاسه دیگر نیز بر خودم و مریم پر کردم و مریم را صدا کردم تا سفره را به خانه ببره. برفای حویلی در گرمی آفتاب تقریبا آب شده بود و مادرم بعد از صبحانه در اتاق گرم بر چند ساعت بعد از خوردن دوایش که از دکان سبور آورده بودم خوابیده بود و حالا بیدار شده و خود را خیلی بهتر از صبح حس میکرد. وقتی مادرم درد نداشت، ما و مریم هم انرژی میگرفتیم و در خانه کوچک محقر ما جنب و جوش و سر و صدای قصه و صحبت ما بلند میشد. مریم تحفه هایی را که بر سبور خریده بودیم با فیته ها و کاغذ تحفه به اتاق آورده بود تا بعد از نان چاشت اونا را بپیچیم و در پتنوس بزرگه که باید او را خونچه درست میکردیم بچینیم. تازه غذا را تمام کرده بودیم که دروازه حویلی به صدا در آمد. مادرم با نگرانی گفت: دهی وقت روز کی میتونه باشه؟ زود سفره را جمع کنین و بعد برین دروازه را باز کنین. مریم مصروف جمع کردن سفره شد و من به سمت دروازه برا افتادم. دروازه را باز کردم، صبور بود. خیالم راحت شد و او بعد از سلام و احوال پرسی با من گفت: صبح به دنبال دوا آمدی، فقط آمدم تا سری خبر مادرت بگیرم و بعد خانه میرم. دروازه را باز کردم و خود را گوشه کشیدم تا داخل شوم. با هم به سمت خانه برا افتادیم و نمیدارم چرا ایرا رفتن در کنار صبور تا حال برم کهنه نشده بود. هر باره که در کنار او را می رفتم حس می کردم زمین در زیر پایم نرم می شه. حس می کردم خودم سبک و بیوزن شدم و انگار در میان هوا و زمین در حرکت استم. صبور ما قدر مهربان بود که صبح وقتی برای گرفتن دوا به نزدش رفتم و نتونستم با او درست صحبت کنم، چون میخواستم دوا را سریعتر به مادرم برسانم تا بخوره و دردش بیشتر نشه، اما او آمده بود تا مطمئن شود که من و مادرم بهتر هستیم. تقریبا یک سال میشه که هر روزی که رنج زندگی به من غلبه میکنه، صبور به دادم میرسه و رنج ما برطرف میکنه و این باعث شده که محبتم به او هر روز بیشتر از دیروز شود. حال وحشتناکترین کابوس ما در زندگی تصور زنده بودن بدون صبور است. من زندگی بدون صبور را اصلا به یادم نمیارم. فکر میکنم که صبور را قرن هاست که میشناسم و نمیدانم که قبل از او من چگونه زنده بودم و چی میکردم. وقتی در کنار صبور هستم، حتی جاذبه زمینم به او میبازه و من انگار معلق در هوا با او در حرکت هستم. هنوز داخل خانه نشده بودیم که دروازه حویلی دوباره به صدا در آمد و رشته افکار من از هم گسیخت. هر دو روی پله های زینه که به دهلیز خانه منتهی میشد متوقف شدیم. صبور سریع از من پرسید: آیا منتظر کس هستین؟ گفتم: نه، شاید رحیمه باشه. همو زن همسایه. حتما بر مادرم چیز آورده و به سمت دروازه برا افتادم. بیان که بپرسم کیز، دروازه را گشودم و در جا یخم زد. حاجی کریم با یک مرد مسن دو طرف دروازه استاد بود و به مجرد ای که ما دروازه را باز کردم، بدون آن که به ما فرصت نفس کشیدن و سلام کردن بته، داخل خانه شد. پایان قسمت 17.